همزمان با سالروز ولادت با سعادت اسدالله القالب علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیه السلام مراسم جشنی با حضور نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف عراق در حرم متحر جانشین و وسیع رسول خدا صلی الله علیه و آله برگزار شد در این مراسم با شکوه که به میزبانی آستان مقدس علوی در صحن شریف برگزار گردید نمایندگانی از دفاتر مراجع اعظام تقلید شیعه و اساتید حوزه های علمی نیز حضور یافتند تعدادی از فرماندهان و افسران نیروی پلیس نجف اشرف نیز مهمان این مراسم با شکوه بودند سید احمد اشکوری در این مراسم دقایقی به سخرانی در مورد فضائل و مناقب حضرت امیر علی علیه السلام پرداخت و از استقامت و عنوان یکی از صفات زبان زده این امام همام سخن گفت همچنین دکتر امیر ججی دومنگی مشاور شورای مسیحیان عراق نیز دقایقی به سخرانی درباره حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام پرداخت و مطالبی در مورد نگاهان حضرت به ادیان مختلف و نیز رفتار کردار بشر دوستانه و انسانی مولای مولا علی علیه السلام در تعامل با غیر مسلمانان بیان کرد وی همچنین به مقوله معروف حضرت علی علیه السلام خطابه به مالک اشتر که فرمود ای مالک مردم دو دستند یا برادر دینی تو هستند یا مانند تو انسانند اشاره ای داشت در پایان برنامه مدهان اهل بیت اسمت و تعالت علیه السلام به شیرخانی و مدیه سرایی در متح و وصف مولود کعبه حضرت امیر علی علیه السلام از سوی پرداختند از سوی دیگر همزمان با ساروز ولادت حضرت امیر علیه السلام منشور حرکت در مسیر علی علیه السلام نیز تهیه و امضا گردید در همین راستا استاد احمد القرشی عضو شورای مدیریت آستان مقدس علوی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه گفت در این منشور، بندها و نکات مختلفی بیان شده تا کنندگان آن بتوانند به درستی در زندگیشان در مسیر مولای متقیان حضرت علی علیه السلام حرکت کنند و مظلومان را یاری رسانند و برای احقاق حق تلاش کنند. وی در ادامه افزود، این منشور برگرفته از همه صفات و ویژگی‌های های حضرت علی علیه السلام است.